حلول ماه مبارک رمضان را به هموطنان عزیز تبریک میگوییم. شرکت کشت و صنعت تکدانه. احمد رضا جان، یه سوالی داشتم. چیه؟ تبلیغاتی که توی ماه رمضان ساخته میشن، راجع به ماه رمضان ساخته میشن، اینقدر همشون لوس و مسخره و سم هستن ها؟ نمیدونم والله. نمیدونی؟ بعد بریم ببینیم. اینجا واسه مارکتینگ براس، حال خوب داره، فان توش پر از ولاگ، عدالت داره ویدیوهامون، چیزی میگیم که میدونیم رو حساب و قانون. یه بر آقا فوری و یه بر احمد رضا، ویان یوتیوب کیف کنیم چند وقت یه بار. بهت میگم چرا یوهایی تبلیغی بولد شد، پس خوش اومدی اینجا این برنامه بولد شو. سلام، به قسمت 4 روم بولد شو خوش اومدیم. خوش اومدیم. قراره این قسمت چیکار بکنیم؟ احمد رضا الان تو چه ماهی هستیم؟ ماه فروردین. تو چه ماه قمری هستیم؟ آهان، ماه رمضان. رمضان. احمد رضا میدونستی ماه رمضان برای برندها خیلی مهمه، برندهای جهانی؟ نه نمیدونستم. نه میدونستم. سوالی میکنی؟ آره میدونستم. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه قسمتی از مخاطبین این برندها مسلمان ها هستن و طبیعتا مسلمان ها براشون مهمن دیگه. یه ماهیه که یه جمعیت زیادی از مسلمان ها توش از صبح تا شب هیچی نمیخورن. چه جاله؟ و این رو برندها دوست دارن که یه تبلیغ ازش بسازن، یه مفهومی رو منتقل بکنن. چه مفهومی رو منتقل میکنن؟ مفهوم روزه؟ نه، توی تبلیغاتی که توی ماه رمضان انجام میشه معمولا مفهومی که خیلی توش سرشاره و زیاده فامیلیه، یعنی خانواده و اینا، فامیلی و خانواده و این دور هم جمع شدن و کنار هم بودن و ایناست. حالا به خاطر این که ببینیم توی دنیا چه خبره، تصمیم گرفتیم تبلیغات خارجی رو با هم ببینیم. بسیار عالی. بریم ببینیم. بریم ببینیم. زیاد حرف نزن. رمضان اللي فات رحنا السوبر ماركت، اللي شفته هناك كان غريب يخوف. از این تبلیغ چیه؟ تبلیغ خوراکی موجود رو باشه میده. این آقا هم تو داره سختی میکشه. ای واحد یقول لك ان الدجاجه ما تطير؟ عربی هم هستن. هذا ما يعرف شيء. هو شو الحل؟ طلبات میگن سختی نکش. طلبات هم واسه یه فروشگاه و این دیجیکالاجتشونه. چه باحال. اگر اسنپ به ما پول داده بود میگفتیم چی؟ اسنپ مارکت. ندادی این شد. ببین کاراتو. Here is the recipe book to cook the best Ramadan. Gather all the ingredients, no matter where you have to bring them from. Because remember, the only ingredient that matters is coming together. نوشابه خورد؟ چون نمیاد مسلمون باشه و چیز دیگه بخوره. نه؟ نوشابه؟ تبلیغ کوکاکولا بود. حالا نوشابه معمولی بود دیگه. تبلیغ امسال کوکاکولا بود. خب بعد اینو مقایسه کن با اون تکدانه. ها تکدانم ملت رو جمع کرده بود دوره هم داشتن شعله زرد می‌خوردن با تکدانه. قطعاً این بهتره. اینم به قول تو اونقدر شاید مفهوم روزداری به نظر من نبود، بیشتر همون خانواده و اون حال خوبه و اون حس اونطوریه بودش. به هم دیگه کمک کنید، نیکی کنید، هوای هم رو داشته باشید. چه مفاهیم خوبی به ذهنت تراوش میکنه. معلم دینی. اسمش سانرایز تا سانست.
چقدر آهنگشون خوبه. سختی میکشه با زبون روزه. حجابی گرل تو خارج با تعجب بهش نگاه میکنه. بذار زد بهش. مسخره کردن این بده دیگه. اینو دید گفت دو تا نوشابه. لباشم خوش شده. از آن نگفتی که خوب وای سهلا مگه خورد. لبخند رضایت اسکلن منتظر این که از آن هستی. چقدر زود دیبا از آن شد. من میترسم یوتیوبر رو خوبی باید با ما همکاری دوستان موشا باشد. دوست شدم دوست شدم با هم دیگه. باریکلا باریکلا تبلیغ قشنگی بود. بازم مهر و محبت رو دیدیم توش. این حدوداً معروف ترین تبلیغیه که کوکاکولا واسه ماه رمضان ساخته. واسه چند وقت پیشه؟ 4 سال پیشه. 400 کا خورده. بعد تازه پیج یعنی چنل اصلی کوکاکولا نیست، هلندشه. باریکلا این معروف ترینشه و اینکه الان شما سرچ کنید اصلا تبلیغ ماه رمضان معمولاً اکثر پیجا یعنی اکثر جاها و سایت ها همینو میارن. مامانی داره غذا می‌پزه. زول. ما. که چون آبام کاو لگلی می‌مینه کت سهور. آه. اوکی. پیری داون میل. سهر. پیک موتوریه. پیک موتوری مکنون. آها پیک موتوری مکنون. نه این بند خوده که روزه هست بره به بقیه رزا هم برسه. ای برو ببن سام. It's okay, I'm fasting. Sorry bro. It's cool man. چه خوبه من. آخه حالا همه کارم برد بکنم. آره دیگه به حیام برش پسر خاله شد. آره من به اسه نیاز مردم تا قضاو یکم میخواد درزشم بکنم. داره آدرسم میده. آره کرد مکدونالدز هیر. هلو It's been a long day, huh? Yeah. Here you go. Thank you so much. No problem. یکی هم میکنه خود بهش دی It's time to book up Wasa, right? خوشبارش داری کلا. تو اگه روزه بودی و بدی که مکدونالد تعارف میکرد میخوردی یا نمیخوردی؟ میخوردم. چرا نخورم؟ تو نمیخوری؟ من میخورم. خب اینم دوباره میخواست اصلا همه شون میگن که با هم نیکی کنید دیگه. پسر بلا همان آره که این کنید واه بیا کرتا یه دوه چه لگره هنگیو Thank you.
گرم سموسه چخش گیر کرد جلیبی گرم. بازیگراشون انصافاً خوب واقعا، یعنی اصلا آره. ایرانی ها دیدی چقدر مصنوعی بازی میکنن. با احترام به بازیگران ایران تو تبلیغات. اره کیا کر رہے ہو؟ چه غلطی میکنه؟ شیطان بلاس آه. تو رقبت میکنی؟ تو لباسی که خورکی باشه خورکی از لباسش برداری؟ من نمیکنم ولی پاکستانی هم میکنم. راست میکنم با احترام به پاکستانی هم. آج میری پیشانی پہ قسمت نے چوما ہے. آهنگایی داره. آج میری پیشانی پہ قسمت نے چوما ہے. بعد همون دستگاه یه بار کرد بودم ماه مقدس میں روشن جہاں شما جسمی هم آدم هم فرشتوں نے آ کر کیا سما خوشنما ہے. باقی یہ سب ان پیارے بچوں کے لیے ہے. آج میری پریشانی پہ قسمت نے چوما ہے. هاش خانوم تبلیغ پوزه زرشوده باشه. کسی کی مدد کرنا بھی ایک عبادت ہے اور مدد کرنے میں اگر داغ لگ جائیں تو داغ تو اچھے ہیں. اس رمضان آپ بھی اپنے بچوں کو مدد کرنے کی ترغیب دیں. ببین خیلی خوب رسید به این اصلا. آره اولش یعنی اصلا فکر نمی‌کرد آدم که مثلا واسه آره اصلا یعنی برنده رو نبینی چقدر رب داره مثلا به پودر ماشین لباس ماشین خیلی باحال چی لباسشویی پودر لباسشویی. We know that in Ramadan you double the kunafa, double the series, double the naps, yep, double park, double thinking of coffee, double using this emoji, double the size, double the rush. Now let us tell you what we doubled for you in Ramadan. Etisalat doubled the minutes, doubled the data, bringing you closer together with Ramadan offers. خیلی تبلیغ خوب، خیلی باحال. اتصالات اپراتورهای ایرانی هم خیلی فکر کنم از این کمپینای نمیدونم دو برابر اینا داشتن. آره ولی واقعا تبلیغی که این درست میکنه اتصالات از کجا به کجا میرسه اینش خیلی خفن بودش. خب احمد رضا به اندازه کافی تبلیغ ماه رمضان خارجی ها و ایرانی دیدیم. خیلی هم عالی. نظرت چی بود؟ به نظر من که خارجی ها خیلی بهتر از ایرانی ها بودن و اینکه توی تبلیغات ماه رمضان همه دارن به این میپردازن که نیکی و مهر و محبت و من دوستم با تو ایناست. دیدیم به نظر من البته تو خارج فکر کنم این کانسپت آره خیلی بیشتر از دلی بیشتره. یعنی اصلا خیلی بیشتر ماه رمضان رو دوست دارن. نمیدونم یعنی کلا جوش آره. اونجا خیلی قرض زده نباشه ولی من اسمم بیشتر احترام میذارم. نمیدونم آره. ولی حس میکنم. امیدوارم که سالم و سلامت و فلان و بیسار باشید. بگو سابسکرایب ماسکرایب کنن ها. سابسکرایب بکنید آه. زنگولش رو روشن بکنید و برام کامنت بذارید حتما. این نوایس بفرستین چیز دیگه میخوام یاد. این قسمتمون یه خورده شاید مثل قسمت قبلمون فانش یه مقداری کم بود چون موضوعمون یه مقداری حالا موضوع تبلیغاتمون دلایل دیگه‌شو نگیم ها. باشه کاری نداری احمد رضا تا یه ویدیو دیگه. خدا حافظ. بچه بونه من نمیخوام اون سوال رو بپرسم. باشه بریم بریم بعد بپرس. نه نه بپرس نه خب بپرس. امیدوارم که سالم باشه.